ترمیم هزاران نوع سلاح سبک و سنگین. وزارت دفاع امارات اسلامی و وزارت امور داخله تمام سلاح‌های بجا مانده و تخریب شده آمریکا و حکومت جمهوریت را ترمیم می‌کنند. بدین مدیریت که مختلف نوع سلاح جوړیږي، کلاشینکوف، سکیل، توپنچه، راکټ، 2.82 گایز. این سلاح‌ها و وسایل نظامی با کمک انجینران کدام کشورها صورت می‌گیرد؟ وزارت ټول قیودگان څخه اساسی ترمیم د پاره وسایتی که الکترونیکی وسایلی. تا به حال چقدر سلاح سبک و سنگین در این ورکشاپ ها ترمیم شده است؟ دو نوع سلاح را ترمیم میکنیم که یکی بخش سخیل است و بخش دیگه ازی است که خیفه است. و دیدگاه مسئولین این ورکشاپ ها. اینجا ورکشاپ وزارت دفاع ملی افغانستان است. اینجا هم ورکشاپ وزارت امور داخله افغانستان است. در این ورکشاپ ها انجینران شبانه روزی برای ترمیم سلاح های سبک و سنگین زحمت می کشند. وزارت دفاع ملی می گوید که از اثر تلاش های خستگی ناپذیر مسئولین و تیم‌های تخنیکی، قماندان لوای حمایوی و توجه رهبران مقامات وزارت دفاع ملی طی 2.5 سال گذشته هزاران اراده وسایل نظامی مختلف نوع با شمول تانک هاموی، رنجر، انترنشنل و هزاران نوع اسلحه‌های مختلف نوع سبک و سنگین در این ورکشاپ ترمیم شده‌اند و مورد استفاده نیروهای امنیتی قرار گرفتند. نوازه ټول قیودگان څخه اساسی ترمیم د پاره وسایتی که الکترونیکی وسایلی هغه دلته راځي که اصلحي هغه دلته ترمیمیږي. تقریبا 90% مسلکي کسان دلته زموږ سره په کار لګیا دي چې هغه د تیرې ادارې کارمندان دي. بعضو 10 کاله حتی بعض 40 کاله 15-20 کاله وظیفه اجرا کړې دلته، نو ښه تکړه کادرونه موږ دلته درو. با گفته این وزارت تمام این سلاح‌های سبک و سنگین توسط نیروهای امنیتی حکومت پیشین و آمریکایی‌ها تخریب گردیده بودند که با کمک انجینران خود افغانستان دوباره ترمیم و آماده استفاده شدند. با گفته این مسئولین در وزارت دفاع امارات اسلامی این وسایل ترمیم شدند و مراقبت جدی می شوند. در صورت نیاز در قطعات استفاده خواهند شد. بدین مدیریت که مختلف نوع سلاح جوړیږي، کلاشینکوف، سکیل، توپنچه، راکټ، 2.82 گایز او دیسی توپونه جوړیږي. الحمدلله زموږ کارونه ښه نورمال روان دي، هیڅ مشکل نه لرو. زموږ سره د 40-50 کاله مسلکیان کسان سره دي، نو الحمدلله زموږ کارونه ښه نورمال مخته روان دي. مسئولین در وزارت امور داخله افغانستان نیز میگویند در 2 سال گذشته نزدیک به 40,000 وسایل نقلیه نظامی و 8,000 سلاح مختلف نوع را ترمیم کردند. معاون مرکز فرماندهی پشتیبانی وزارت داخله گفته است که این وزارت هر هفته حدود 1,000 وسایل نقلیه را ترمیم می کند و در دسترس نیروهای امنیتی قرار می دهد. نائب خان مسئول تعمیرگاه سلاح وزارت امور داخله میگوید که کارمندان این مرکز انواع سلاح‌های سبک و سنگین را ترمیم می‌کنند. او گفته است که یک بخش زیاد از قطعات این سلاح‌ها
که کاملا از بین رفته است دوباره خودشان تولید میکنن و ترمیم میکنن. این ورکشاپ شما تولید که مشاهده میکنین، در اینجا ما دو نوع سلاح را ترمیم میکنیم که یکی بخش سخیل است و بخش دیگه ازی است که خیفه است. عبدالستار سعادت معاون این مرکز هم میگوید که همکارانش تعداد زیاد از کارگاه هایی را که غیر فعال بودن دوباره فعال نموده و وسایل آن را به کار انداختن. آقای سعادت افزوده که در مجموع در دو سال گذشته 38,253 وسایل نقلیه را ترمیم کردن و هر هفته حدود 1,000 موتر در این ورکشاپ ترمیم می شود. تقریبا 12 ورکشاپونه موږ په خپل کابل کې نور لرو. د اوس خیو مهم ورکشاپ اساسی ورکشاپ دی په پلچرخه کې چې مخکې لیمون پالو. این ورکشاپ بعد از سقوط جمهوریت تمام انجینران مسلکی و کارمندان فنی خود را از دست داده بودند. و با روی کار آمدن دوباره حکومت امارت اسلامی بیشتر این انجینران و کارمندان این ورکشاپ دوباره به وظایفشان برگشتند و همه روزه به ترمیم وسایل میپردازند که توسط نظامیان و حکومت پیشین در هنگام سقوط و یا پیش از آن از کار افتاده بودند. علمگل حقانی مسئول ورکشاپ های وزارت امور داخله میگوید تمام وسایل ترمیمی در این ورکشاپ ها تخریب گردیده بودند. بعد از هدایت وزیر امور داخله امارات اسلامی دوباره خریداری و مجهز گردیدند. دغه ورکشاپ چې تقریبا د تیر نامشروع حکومت د سکوت نه وروسته د غیر فعال او بیا چې کله دی ورکشاپ ته زه راغلی یم، د مدیریت ته راغلی یم، په دې کې موږ په اول قدم کې د دغه مدیریت موږ په تشکیل باندې کار وکړو چې موږ ته د دغه مدیریت تشکیل د ټولو نه ډېر مهم و. نو په هغې کې موږ اداري تشکیل هم مکمل کړی دی او مسلکي تشکیل مو هم مکمل کړی دی چې هغه ټول تشکیل تقریبا 1500 نه زیات دی. په دې کې 306 نفره دا مستریان دي او 1.5 نفره بالمکتدی نور اداري تشکیل دی او دغه مدیریت یا دغه ورکشاپ 15 ورکشاپونه لري چې خفیفه ورکشاپ دی، سکیله ورکشاپ دی، اساسی ورکشاپ، کوپکشی او سیار ورکشاپونه دي چې هر یو ورکشاپ په خپله برخه کې الحمدلله اوس فعال دی او په فعالیت باندې شروع کړی دی. با گفته علمگل حقانی در این ورکشاپ ها 5 بخش وجود دارد که در تمام این بخش ها بیش از 360 نفر مصروف کار هستند. هم سلاح‌های ثقیله و هم وسایل نظامی که تماماً از کار افتاده باشد در این ورکشاپ ها ترمیم می‌گردد. در این ورکشاپ تمام هاموی های آمریکایی که از کار افتاده بودند را توسط انجینران و کارمندان مسلکی افغان ترمیم کردند. با دنبال سقوط دولت قبلی بخش زیاد از وسایل نظامی نیروهای امنیتی سابق از کار افتاده بودند و به دست نیروهای امارت اسلامی افتادند و حالا هم امارت اسلامی تمام این وسایل و سلاح‌های سبک و سنگین را ترمیم و مورد استفاده قرار می‌دهد.